سلام عزیزان، به کانال آشپزی مخوش اومدین. امروز تصمیم دارم دو نوع ترشی که ترشی بادمجان شکمپر و ترشی پیازه آموزش بدم به شما دوستان. بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنم. من 1 کیلو بادمجون گرفتم. سعی کنید حتما بادمجونا قلمی باشه و این بادمجونا رو شستم و گذاشتم کاملا آب اون گرفته شده و این کلاهک‌های سبز بادمجون رو به هیچ وجه جدا نکنید. برای اینکه زمانی که می‌خواید شکم این بادمجونا رو پر کنید، امکان داره که وا بره. پس یه بادمجون قلمی رو من از بالای بالا یه حدود 1 سانت فاصله می‌دم، حدود 3 سانت می‌برم تا انتها، هم نه تا همینجا کافیه. تا این حد که بتونیم داخلش رو پر کنیم مجددا. پس از بالای بالا نه، البته اینو برش دادم قبلا به این شکل. خب این از بادمجونامون. حالا بقیه موادمون: هویج یه عدد متوسط، سیر من حدود 7 حبه، فلفل و سبزی معطر، که سبزی معطر شامل نعنا، جعفری، شیوید و ترخونه. من اینا رو شستم، کاملا گذاشتم آبشون رفته، خرد کردم. اگه توجه کنی هیچ آبی نداره، چون اگه داخل ترشی ما آب باشه باعث میشه ترشیمون کپک بزنه. نمک و سرکه، که ما باید حتما از سرکه رنگی استفاده کنیم. کلا برای 1 کیلو بادمجون ما 1 لیوان سرکه استفاده میکنیم. پس شما این باشه فرمولتون، هر مقدار زیاد کردین بادمجونتون، هم مقدار هم سرکه رو زیاد میکنیم. خب حالا مواد اولیه ترشی پیاز معرفی کنم به شما دوستان. ببینید ترشی پیاز حتما از این پیازهای ترشی از این قرمزا بگیرین، ترشی ریزه که تو بازار موجوده. من اینا رو گرفتم و شستم، گذاشتم کاملا آبشون رفته. ببینید انتهای پیازا یه علامت به علاوه شما میزنی برای اینکه اون مزه به خورد پیازامون بره. خب شد. پس پیاز، فلفل 4 عدد، سیر 5 حبه، نعنای خشک و سرکه رنگی. حتما حتما برای پیاز ترشی باید از سرکه رنگی استفاده کنیم. خب حالا من میذارم تو این فاصله این بادمجونا تایی یه قابلمه میچینم، سعی کنید روی هم قرار نگیره. همین گوشا میذارم، میذارم حدود 1 کیلو تا 20 دقیقه این بادمجونا با 1 لیوان سرکه که داشتیم بجوشه، بپزه. میزنیم کاملا میپزه، این سرکه کاملا جذب میشه. بعد این بادمجونا رو میذاریم روی داخل آتش و کاملا آبش کشیده بشه. خب الان من توی این فاصله میام سیرا رو ریز، البته شما میتونی اگر بخواین سیرا رو به اصطلاح چرخم کنی یا داخل غذا سازم بریزی، ولی من به همین شکل ریز ریز داخل سبزیمون میریزم. به هر حال سیر یکی از مزه های اصلی ترشیه. حالا کم و زیاد اون بستگی به ذائقه و سلیقه خودتون داره. خب پیازا رو به همین ریز، ببخشید سیرا رو به همین ریزی خرد میکنم. به حدود 4 تاشو من خرد میکنم. 4 تا زیاد تأثیری هم نداره توی بستلا بخواد خیلی ترشی ما مزه سیر بده. بعد بقیه رو زمانی که مرحله‌ای که نشون میدم به شما دوستان که بادمجونا رو میچینم داخل ظرف مورد نظرمون، لایه به لایه این سیرا رو میریزم. خب این حالا فلفلم داشتیم، فلفلا تنده، من به همین دلیل فقط 2 تا از فلفلا کاملا ریز، توجه کنید، کاملا ریز، چون که بادمجون شکم پره دیگه، اصلا همه موادش باید ریز بشه. زمان پخت زمانی که میخوایم بخوریم درشتیش احساس نشه. خب تمامشونه حدوده 3 تا فلفل هم خورد میکنم، چون فلفل تنده، اونم مجددا لابلا میذارم. بعدم
مجددا زمانی که کارمون تموم شد ما اون یک لیوان سیر رو فقط نیاز نداریم. وقتی که ترشمون آماده شد چون مقدارش مشخص نیست، اون زمان دوباره از سیر رنگی داخل ترشمون میریزم که اون به اصطلاح مرحله به مرحله اون دارم نشون میدم. حالا من یه دونه هویج داشتم، این هویجم با رنده درشت رنده میکنم و داخل سمسون میزم. اینم سلیقه‌ایه، بعضی امکان داره مزه شیرین هویج رو دوست نداشته باشن، میتونن اینو اضافه نکنن، ولی هم طعم خوبی میده هم یه رنگ قشنگی به این ترشمون میده. حالا من بعد از اینکه این هویجم رنده کردم، تمام موادم خورد کردم، مجددا میام خدمت. توی این فاصله که گذاشتم بادمجونا حدود 1 تا 20 دقیقه با سرکه بجوشه و نرم بشه، حالا پیاز ترشی آموزش میدم به شما دوستان. پیاز ترشی فوق العاده ترشی آسونیه. گفتم به شما دوستان پیاز داشتیم، پیازا رو یه به علاوه میزنم، چند حبه سیر داشتیم، لابلا سیر رو میریزم. نمیدونم زمان که معرفی میکنم مواد اولیه نعنا خشک رو گفتم یا نه، نعنا خشکم میریزیم، لابلا، نمک. اگر بخواین این ترشی شما تونچه میتونی این فلفلا رو بشکنی، ولی من معمولا این کار نمیکنم، برای اینکه خود وقتی که سرکه میره داخل این ترشیامون باعث میشه که اون تلخی و تندی فلفل در بیاد. به همین دلیل من زیاد، یعنی اصلا به هیچ وجه برش روی فلفل رو نمیزنم. ببین به همین آسونی برش. حالا این پیازمون، این پیاز ترشیمون بعد از اینکه آماده شد، شما اینو بعد 10 روز جای تاریک و خنک بذارین. من معمولا چون الان فصلیه که هوا نسبتا خنکه، داخل کابینت میذارم اینا رو 10 روز. بعد از 10 روز از داخل کابینت باید حتما بذارین داخل یخچال. پس برای اینکه فراموش نکنی با یه لیبل یه تاریخ بزنی، تاریخی گذاشتین داخل کابینت و تاریخی که بعد از داخل کابینت بردارین که فراموش نکنی. بعد از اون میذارین داخل یخچال یه حدود، کلن بستگی به این نرمی و سفتی پیازامو داره. الان این پیازای من خیلی ترد و تازه است و وقتی بذارم داخل یخچال 10 روز بعد آماده است. ولی اگر شما پیازاتون اگه یه ذره زمخت بود، باید بعد از اینکه گذاشتین داخل یخچال 20 روز دیگه، نهایتا 1 ماه زمان میبره زمانی که درست کرد. نعنا خوش مجددا، نمک، به همین راحتی. در این حال که ترشی فوق العاده آسونیه، ترشی فوق العاده لذیذی هم هست. سیرم میندازم، فلفلم داشتیم، فلفلم همینطور، ما بقیه نعنا خشکم ریختم. حالا میام سرکه رو داخلش میریزم. گفتم این یک لیوان رو فقط میخواستم توضیح بدم، بستگی به ظرفتون داره. حتما و حتما از سرکه تند، از سرکه رنگی استفاده کنید. کاملا روی پیازا یه فشاری میدیم، همین. حالا واسه اطمینان من همیشه روی ترشیام و شورام یه مشمع میذارم، بعد در ظرف مورد نظر رو میبندم برای اینکه هوا نکشه. خب این ترشیه پیاز ما به همین آسونی. خب عزیزان، فعلا بادمجون من گذاشتم زمانش نشده که اصلا نرم بشه و بپزه، و توی این فاصله اگر توجه کنی من فلفل خرد کردم داخل سبزی معطرمون و چند حبه سیرم خرد کردم، نمکم میریزم، همینقدر کافیه چون که سرکه خودش تنده. اینا رو گذاشتم کنار تا بادمجون رو 1 تا 20 دقیقه بپزه نرم شه، داخل آبکش میذارم، آب اضافهش کشیده شه، مجددا میام آموزش میدم طریقه پر کردن داخل شکم بادمجون ها رو. خب عزیزم، من بعد از که ترشی پیازم رو آماده کردم، گذاشتم این بادمجون هم که توضیح دادم بهتون، کاملا با سرکه جوشید، داخل آبکش آب اضافهش رفته، چند تا رو من اونجا درست کردم و حالا 1-2 تا هم بهتون آموزش میدم. داخل بادمجون ها رو کاملا، البته چون من برای خونه خودم دوستم با دست این کار انجام میدم، هم داخل شکم بادمجون ها پر میشه، هم کار راحت تر و آسون تره. به این شکل با سبزه معطر که داشتیم، گفتم خدمت نعنا، شیوید، مرزه، ترخون،
سیر که خرد کردم و فلفل تون و یه دونه هویج که رنده کردم. کاملا داخل این شکم بادمجونا، ببینید بادمجونا چقدر نرم شده. حالا مراحل بقیه‌ش هم وقتی بره داخل سرکه نرم‌تر از این میشه. کاملا با سبزی پر میکنی. اگه احیانا شما یه موقع دیدی که داخل شکم بادمجونا پر میکنی، خیلی به اصطلاح پر میشه، نمیشه، رو هم نمیاد، میتونی با یه دونه خلال ببندین. ولی به نظر من نیاز نیست اون همه سبزی بخواین داخل بادمجونا بذارین. همینقدر من کاملا میریزم کنار بادمجونا رو روی هم میارم، سبزی اضافه رو پاک میکنم و داخل ظرفمون میذارم. ظرفتون سعی کنین مسطح باشه و خیلی این بادمجونا روی هم قرار نگیره. من حدود 9 تا 10 تا بادمجون میخوام بذارم داخل این به اصطلاح ظرف مورد نظرم مجددا به این شکل. بعد از اینکه کاملا داخل بادمجونا رو پر کردین، سیر و فلفل هم گذاشتین روی موادمون، کاملا روی بادمجونا رو تا سرکه رنگی حتما، سرکه سفید نه، میپوشونین بعد میذارین. حتما به اصطلاح این بادمجون شکم پر داخل یخچال باید باشه حتما. و این بادمجونا تا 20 روز دیگه کاملا آماده است برای سرو کردن کنار غذاتون. بنشه ببینید کاملا من روی هم. خب دو حبه سیرم هم میندازم، فلفلا رو میذارم. من بازم فلفلا رو برش نمیدم به این دلیل که فلفلا تنده، این تندیش خیلی داخل ترشمون در نیاد. بنشه دیدی اون 3 سانت برشی که زدیم یا از بالا و انتها برش نزدیم، همین باعث میشه که اینجا را دستمون راحت تره. یعنی میتونیم کاملا داخل شکم بادمجون رو پر کنیم و بودن خود همین سر بادمجون هم کمک خوبیه واسه این کارمون. بودن بادمجون وانه ببینیم کاملا داخلش رو پر میکنم، یه تمیز میکنم و اینطور کنار هم. من یه دونه بادمجان میذارم که اصلا به اون شکل روی هم نباشه. حالا کاملا این سرکه رنگی رو میریزیم تا روی بادمجان قرار بگیره به این شکل. در ظرفمون رو میبندیم، داخل یخچال میذاریم، 20 روز دیگه این ترشی بادمجان ما هم آماده میشه. خب عزیزان، آموزش امروز ترشی شکم پر و ترشی پیاز ما تموم شد. امیدوارم این ترشی ها رو طبق آموزش من درست کنین و کنار غذاتون میل کنین. لطف کنین کانال آشپز عمه کتری به دوستانتون معرفی کنین تا یه برنامه جدید و یه آموزش جدید به خدا میسپارم. خدا نگهدار.